جام و جان با دکتر محمد نواب با درود و سپاس که با ما هستید ممنون از گرامی ها رایان کیهان ماکان جلالی علی سروش افشین یگان امیر مدنی و خانم دکتر عباسی توفیق که شب روز شروع میذارن که این برنامه ها پربارتر بشه و خود دارشتران گل که با ایجاد این بنیاد به ما کمک میکنن که در خدمت شما باشیم امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید آماده هفته خوبی دیگری هستید و خواهش همیشگی به یادتون است که سیستم دفاعیمون رو تقویت کنیم یکی از خوبی های این گرفتاری ها و همه گیری ها اینه که به ما یاد میده سیستم دفاعیمون رو تقویت کنیم نه تنها سیستم دفاعی تن بدن جسم فیزیک بلکه سیستم دفاعی ذهن فکر احساس ها چجوری؟ خوشبختانه آقای دکتر باقری رو داریم که برامون راجبه به یا نشخار فکری برامون بگن که آیا همه افکار پرداختن به مفیده؟ چه کار بکنیم که حریف افکار ناخوشایندمون بشیم؟ چرا دکتر باقری واقعا خوش آمدید و ممنون از وقت و افرد شما درود بر شما جناب دکتر نواب گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز این برنامه بسیار خوشحالم که در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم بله همونطور که جناب دکتر فرمودند هر نوع فکر کردنی هم علا رقم این که همیشه دعوت میکنیم عزیزان رو به تفکر به اندیشیدن ولی هر نوع فکر کردنی هم مفید نیست افکار یه جاهایی همونطور که جناب دکتر همیشه میگن سازنده هستند یه جاهای مخرب حالا این جلسه میخوایم به این موضوع بپردازیم که سه تا مفهوم رو میخوام براتون مقایسه بکنم یکی رومینیشن یا نشخار فکری در زبان فارسی یکی overthinking که در فارسی میتونید بهش بیش فکری بگید که هر دوتاش میتونم بگم تا اندازه مزر هستن و نوع سومش که از تفکر نقادانه میاد از critical thinking میاد و اون چیه؟ اون reflection هست یا reflective thinking تفکر تعملی این سه تا مفهوم رو که با هم مقایسه بکنیم متوجه میشیم که کجا میتونه تحلیل گذشته بازگشت به اتفاقات قبلی به تصمیم هایی که گرفتیم کجا میتونه مفید باشه از درس میگیریم کجا میتونه مضر باشه و حال ما رو خراب میکنه خب ابتدا براتون مفهوم رومینیشن رو توضیح میدم یا نشخار فکری به حالتی گفته میشه که به طور مکرر پیوسته و بیش از حد به یک فکر به یک تصمیمی که در گذشته گرفتیم به یک اتفاقی که برای ما افتاده فکر میکنیم هیچ نتیجه ای ازش قرار نیست بگیریم یعنی بارها این کار رو انجام دادیم فقط انگار که طرف معموره که حال خودشو با این افکار خراب کنه روان خودش رو به هم بریزه بره دنبال کارش دیگه هیچ کاری انجام نمیشه یعنی صرفاً پرداختن به اتفاقات گذشته به تصمیم های اشتباه گذشته معمولاً سه تا در واقع حوزه رو این نشخار فکری شامل میشه یکی اشتباهات گذشته یکی شکست ها و یکی نگرانی های آینده این سه تا رو فرد ممکنه باش نشخار فکری رو انجام بده یکی نگرانی هایی که نسبت به آینده داره حالا شاید اصلا اون اتفاق نیفته و وقتی هم که نشخار فکری رو انجام میده یا رومینیشن رو انجام میده یک قلم و کاغذ بر نمیداره برنامه ریزی کنه که حالا چیکار باید بکنم هرگز فقط و فقط محدود به این میشه که حال خودشو خراب کنه خب این نوع فکر کردن, فکر کردن مزهر هست چه ویژگی هایی داره نشخار فکری یکیش تکرار مداومه یعنی تا بیکار میشه میره سراغ این کار همین که یک کارای روزمرش رو انجام داد به مجردی که یه وقت آزادی پیدا میکنه شروع میکنه به این شکست قبلی تصمیم اشتباهی گرفته یا نگرانی هایی که نسبت به آینده داره وارد این چرخه میشه ویژگی دومش تمرکز بر احساسات منفی ببینید ما پازیتیو تینکینگ داریم، negative تینکینگ داریم. چیزی که داریم امروز ازش صحبت میکنیم، negative تینکینگ هست. نوعی از تفکرات که مخربه، منفیه، همش منفی، بافی توشه. و م... کسی که درگیر این نوع افکار میشه، همیشه بر احساسات منفی تمرکز داره. همش دوچار استرابه، دوچار غمه، دوچار... همش حس بدی نسبت به زندگی داره و ویژگی سوم که مهمترین ویژگیش اینه که بی حاصل. هیچ فایده نداره کاش طرف حالا حال خودش رو خراب میکرد اقلا یه نتیجه ای میگرفت هیچ فایده نداره و این افکار فقط در حد این که انرژی روانی فرد رو تحلیل بدن تخلیه بکنن و فقط عرض کردم طرف حال خودش رو بد میکنه پیامدهاش چیه؟ اگه این کار ادامه بدیم افزایش, افزایش استراب و افسردگی کاهش تمرکز بر کارهای روزانه کارهایی که باید انج... درست انجامشون بدیم و دیگه نمیتونیم درست انجام بدیم تمرکز رو از ما روی فعالیت های مفیدمون میگیره دوچار مشکلات خواب میشیم و خستگی روانی پیدا میکنیم یعنی نتیجه ای برای شما نداره الا ای که مثلا شما رو دوچار بیخوابی میکنه اگه دیدید بیخوابی دارید خب برید شاید ریش... ریشیابی کنید متوجه یک عادت فکری نادرست به نام رومینیشن یا نشخار فکری بشید باید جلوش رو بگیرید و راهکارهای مقابله با نشخار فکری یا رومینیشن هم یکی اینه که بر کارهای مفید و سازندمون تمرکز کنیم یعنی خودمون رو مشغول کارهای مفید و سازنده بکنیم در مواقعی که میخوایم استراحت کنیم چون افراد به مجردی که از کارهای روزمرهشون یه مقدار خلاص میشن وارد این چرخه معیوب میشن این اوقات رو با فعالیت های مثل گوش کردن به موسیقی به پادکست های مفید برنامه های تلویزیونی خوب وقتتون رو اینجوری پر کنید وقت خالی نذارید که برید سراغ این نوع افکار یکی هم یکی دیگه از راهکارهای مقابله با نشخار فکری ذهن آگاهی هست مایندفولنس رو دائما تمرین کنیم ذهن آگاهی یعنی زندگی در اکنون الان من کجا هستم این حالی که الان دارم چیه چه کار میتونم بکنم حالمو بهتر کنم زندگی در حوزچه اکنون به قول مرم. این میشه ذهن آگاهی اینم یکی از در واقع راهکارهای مقابله با نشخار فکری است البته اگر نشخار فکری رو نشه با این آموزش ها با تفکر نقادانه برطرفش کرد دیگه باید به متخصصین مراجعه بشه تا درمان بشه چون گاهی اوقات حالت شدیدش دیگه نیاز به درمان پیدا میکنه که دیگه کار ما و حوزه کاری ما نیست کار ما آموزش هست کانسپت دومی که میخوام با کانسپت اول مقایستش بکنم اوورتینکینگ بعضی ها برای اوورتینکینگ هم میگن نشخار فکری در ترجمه فارسیش یه فرق کوچولوی اینجا قائل بشید تقریبا شبیه هم به هم دیگه و عرض کردم خیلی جاها در ترجمه شاید شما دیده باشید که برای اوورتینکینگ هم بذارن نشخار فکری فرقش چیه؟ اینجا هم دوباره تفکر نوع مخرب و غیر سازنده هست اوورتینکینگ و باز مرور افکار و احساسات منفی هست بیشتر در گذشته سر داره ولی یه فرقی که داره اینه که ممکنه یه جاهایی به ما کمک بکنه در یه حالتهایی ممکنه به ما کمک بکنه ولی مسئله اینه که چرا اونو تفکری مزر میدونیم به خاطر این هستش که در تصمیم گیری ما رو دوچار تعلل میکنه نمیذاره تصمیم بگیریم دختر خانمی میخواد ازدواج بکنه اگر گرفتار اوورتینکینگ بشه نمیتونه جواب خواستگارش رو بده همش میگه بذارید یه هفته دیگه فکر کنم بذارید یک ماه دیگه فکر بکنم و سخت میتونه به یک تصمیم درست در زمان مناسب برسه به خاطر اینکه این اوورتینکینگ باعث میشه که همیشه میخواد طرف این مسئله رو هی مرورش بکنه که نکنه تصمیمی که میگیره اشتباه باشه دوچار نوعی وسواس میشیم ما به هنگام اوورتینکینگ که باید از این بیش فکری هم فاصله بگیریم باز هیچ نتیجه ای نداره معمولا همون حالت های قبلی استراب و استرس و اینها رو در ما ایجاد میکنه فرسودگی روانی رو داره به همراه ورز کردم تنها تفاوتی که میتونم بگم اگه بگین یه فرق بگو بین نشخار فکری و اوورتینکینگ میاد روی decision میکینگ میاد روی تصمیم گیری در نشخار فکری قرار نیست تصمیمی بگیریم فقط تو گذشته داریم سر میکنیم به اشتباهات گذشتهمون فکر میکنیم حال خودمون می می رو بد میکنیم میره پیکارش ولی در اینجا در اوورتینکینگ قراره ما یه تصمیمی بگیریم اوورتینکینگ نمیذاره ما به تصمیم برسیم همش فکر میکنیم که باید بیشتر فکر کنیم برای همین بهش میگن اوورتینکینگ یک نوع تفکر زیادی فکر کردنه که در فارسی بهش گفتن بیش فکری ببینید این نوع تفکرات در همه عرصه ها به ما ضرر میزنه من مثلا در عرصه سیاسی بارها شده با دوستان صحبت میکنم همش میگم که در این گروه ها و جلسات زوم و اینجا میبینم گاهی افراد گرفتار تحلیل گذشته هستن همش داره میگه مصدق چکار کرد بختیار چی گفت بنی اگه اون کارو نکرده بود این خوبه این تا اندازه میتونه مفید باشه ولی به شرط این که حواس ما رو از برنامه ریزی برای آینده پرت نکنه یعنی ما نگاه کنیم ببینیم عملا ما در یک جمعی هستیم در یک گروهی هستیم همه صحبت های ما 99 درصدش داریم راجع به گذشته هایی صحبت میکنیم که گذشتن تفکر نقادانه چی میگه؟ تفکر و نقادانه میگه گذشته تو تحلیل کن حتما تحلیل کن درست تو بگیر درس تو که گرفتی موو آن دیگه از اون مرحله عبور کن فراموشش کن ما حق نداریم هی برگردیم دوباره از نو بخوایم این اشکالی که در حالا در بین کنشگران سیاسی من میبینم چیه اینه که اینقدر تو تحلیل گذشته میمونن یکی اینکه برنامه‌ریزی برای آینده ندارن عملا بهش میگی خب طرح شما برای آینده چیه الان کشور میخوام دست شما و غرور شما شما چه طرحی دارید هیچ کار نکردن همش نشستن نق گذشته رو زدن که محمد رضا شاه پهلوی چیکار کرد مصدق چیکار کرد اون چی گفت اون چی یکی این که هیچ طرحی برای آینده ندارن و دوم این که همش دارن با هم دعوا میکنن تحلیل گذشته باعث گرفتار شدن در این چرخه های معیوب دائم دارن با هم دعوا میکنن دشمنی میکنن به همدیگه بد و بیراه میگن سر اینکه اختلاف نظر پیدا میکنن سر اون تحلیل گذشته میخوان یه مقصر پیدا بکنن و اون آدمایی که گاهی اینو میخوان به عنوان مقصر الان پیدا کنن سالهای سالی که از این دنیا رفتن ببینید تفکری خوبه که ما رو به پیش ببره رو به آینده حرکت بکنیم عرض کردم تحلیل گذشته خیلی خوبه اگه جایی اشتباه کردید یه تصمیم اشتباه گرفتید باید کار کنید بعضیا میگن فراموشش کن نه هرگز بشین رو تصمیم اشتباه تو تحلیل کن رو کاغذ بیار که من کجا اشتباه کردم که دفعه بعد این اشتباه رو مرتکب نشم این میشه تفکر نقادانه ولی به مجرد این که درس تو گرفتی یعنی فهمیدی این تصمیمه کجا به خطا رفت دیگه حق نداری بهش فکر کنی بیش بیشتر از این بهش فکر کردن میشه اوورتینکینگ یا اون یکی نشخار فکری دیگه بیشتر از این فقط میخوای حال خودتو خراب کنی که آره من این تصمیم اشتباه رو گرفتم شخصی رو میبینید مثلا در مهمانی ها در جلسات بارها و بارها اشتباهی کرده یه ماشینی مثلا خریده ضرر کرده هی اینو یاداوری میکنه یا در بین اهل خانواده که هست آره ما اون زمین رو که خریدیم چقدر تصمیم اشتباهی بود بابا اشتباه کردی فهمیدی مثلا به فلانی نباید اعتماد میکردی اعتماد کردی کلا سر شما گذاشته خب اینو یاد گرفتی دیگه دفعه بعد به چنین شخصی اعتماد نکن That's good و دیگه move on دیگه باید ردشیم باقی ماندن در تحلیل گذشته کار رو خراب میکنه راهکار تفکر نقادانه اینه که میگه reflective thinking داشته باشید reflection جز فعالیت های بسیار مفید هست در reflective thinking ما برمیگردیم تصمیم های گذشته رو مرور میکنیم بررسیش رو میکنیم ببینیم کجا اشتباه داشتیم ای و ایراد کار خودمون رو میگیریم که تصمیم های بعدی ما با کیفیت تر بشه چون تحلیل گذشته اینجا کمک میکنه که ما دوباره اون اشتباه رو تکرار نکنیم بعضی میگن نه حالمون بد میشه مثبت اندیشی کنیم اصلا چون اشتباه کردیم به کل فراموشش کنیم خب این خطر وجود داره این ریسک وجود داره دوباره اون اشتباه رو ما تکرارش بکنیم و این جوابی نیست که تفکر نقادانه به ما میده تفکر نقادانه میگه مرور کن تحلیل کن اشکالاتو پیدا کن بررسی کن درس تو یاد بگیر درس که یاد گرفتی دیگه بعد از اون اگه بهش بخوای فکر بکنی داری میری توی اون چرخه معیوب پس ببینید یه مرز خیلی باریکی هست بین این ستا مفهوم که وقتی که یه تصمیمی میگیریم یا قرار به تصمی... تصمیم, های گذشته فکر کنیم ازشون درس بگیریم یا قرار برای آینده تصمیمی بگیریم زیادی فکر کردن هم خوب نیست به اندازه فکر کردن خوبه بعضی ها میگیم میگن که خب ده همش میگن فکر کنید بعد تصمیم بگیرید خب اینقدر فکر میکنن که دیگه تصمیم نمیگیرن یعنی همیشه در حالت بلا تکلیفی خودشون رو نگه میدارن هر وقت بهش میگی خب به چه نتیجه ای رسیدی میگه هنوز فکرم تمام نشده و اینجا میتونیم بگیم که این گرفتاری به وجود آمده پس ما تفکر مثبت داریم تفکر منفی داریم خواهش میکنم عزیزان این سه تا مفهوم رو برای خودتون کاملا مرزهاش رو مشخص بکنید با خودتون فکر کنید که نسبت به چه افکاری گرفتاری نشخار فکری رو دارید مثلا یه جای یه پولی رو ضرر کردید یه پولی رو از دست دادید اینو هی به خودتون یادآوری کنید به اعضای خانواده یادآوری کنید غیر از اینکه الان حال بقیه رو بد کنید حال خودتون رو بد کنید چه نتیجه داره همیشه به اون نتیجه فکر کنید آیا مثلا دیروز که این کار رو کردید مثلا چه درسی آموختید به چه نتیجه گیری جدیدی رسیدید هیچی فقط این بود که حالمون بد شد شبم خوابمون نمیبرد و قرص خواب میخوردیم تا خوابمون ببره اینها دیگه تفکر نیست بنابراین عزیزان تفکر شعون مختلفی داره حتی دیدین بعضی ها میگن یک ساعت تفکر از مثلا اینا که مذهبی هستن از هفتاد سال عبادت بهتر و بالا ممکنه یکی بگه یعنی چی مثلا من بشینم فکر کنم که در کدوم بانک حساب بانکی باز کنم از کدام شرکت بیمه استفاده کنم این مثلا عبادته نه اون کسی که این حرف رو زده تفکر در معنای زندگی رو منظورش بوده تفکر در آفرینش منظورش بوده که خودش میتونه موضوع یک جلسه دیگری باشه اینو فقط به عنوان یه مثال اینجا آوردم به بحث اینجا ربطی نداره که بگم ببینید تفکر شعون مختلفی داره حتی یه جاهایی میتونه تفکر عبادت باشه زمانی که ما درست انجامش میدیم تفکر و نقادانه در این باب که این جلسه بهش پرداختیم که حالا به شکست ها تصمیم های اشتباه یا نگرانی های آینده اگه دائم به اینها فکر بکنیم و حال خودمون رو و اطرافیانمون رو خراب بکنیم میره جزء تفکرات مزر که باید ازش پرهیز بکنیم و همیشه از خودمون سوال بکنیم که حالا الان این فکری که داریم what is the purpose همونطور که ریچار پال میگه میگه هر کاری بخواید بکنین اولین سوالی که باید جواب هشت تا سوالو مطرح میکنه در اون مدل هشت تاییش اولیش چی بود what is the purpose هدف چیه من برای چی دارم این کار رو انجام میدم باید به این سوال به طور خیلی سریح اکسپلیسیت جواب بدیم و بعد اون کار رو انجام بدیم حالا اگه همین مدل ریچارد پال رو اینجا هم اجرا بخوایم بکنیم حالا من الان از طرح این موضوع از فکر کردن به یک اشتباهی که قبلا داشتم من چه نتیجه ای میخوام بگیرم هدف من چیه این قرار ما رو به کجا برسونه این گونه هست که ما از تفکراتمون استفاده مثبت و مفید خواهیم برد و درگیر نشخار فکری درگیر بیش فکری یا اوورتینکینگ نمیشیم و بهترین استفاده رو از رفلکتیو تینکینگ میبریم چون وقتی که تفکر نقادانه میگی ریفلکشن داشته باشید بعضی ها این نشخار فکری و بیش فکری رو فکر میکنن تفکر نقادان است بعد به من میگن که حالا این تفکر خیلی هم جالب نیست میگم چرا میگن آخه فکر میکنیم اصابمون خورد میشه بیخیالی تی کنیم راحتتر زندگی میکنیم میگم خب اون کاری شما میکنید فکر نیست اسمش چیز دیگری هست اون که شما دوچار تفکراتی بشید احساسات منفی در شما غلیان پیدا بکنه اون تفکر نقادانه نیست تفکر نقادانه به ما کمک میکنه سالم زندگی بکنیم راحت زندگی بکنیم تصمیم های بهتری بگیریم وقتی که کیفیت تفکر بهتر میشه کیفیت زندگی بهتر میشه تو اون مسیر حرکت میکنه اینکه کسی از تفکر اشتباه استفاده بکنه این تفکر نقادانه نیست از توجهتون تشکر میکنم همچنین از دکتر نواب گرامی که وقت ارزشمند این برنامه رو در اختیار ممنون از شما واقعا کمک بزرگیه که به ما یاد میدین چجوری فکر کنیم چون آسون نیست رست. دوستی میگفت که وقتی فکر بد میاد سراغم چیکار کنم میگفت بپر برای فکر دیگه اگه اونم بد بشه بازم بپر گوینکا یک از بزرگان مکتب بودا میفتیم وی رو درست کرد که میگه start again start again هر هرچی نامید نشد دوباره شروع کن در رابطه با زندگی در اکنونم یاد اون جمله معروف میفتیم که تن تو اینجاست آیا فکرت هم اینجاست ذات تو ضمیر تو نفس تو جام تو اینجاست آیا جانت هم اینجاست دور بودن این دو از هم واقعا نزد ممنون و مچکر کمک میکنید که خوب حتش. فکر کنیم و خوب تصمیم بگیریم و خوب رفتار کنیم حت. تفکر تصمیم رفتار ما رو به پیام ها میبرم ماکان جانو و برمیگردیم با سپاس شما بیننده ی آینه هستید خب دوستان امیدوارم که مثل من از گفتار تجدید تحلیلی دکتر باقری لذت بردید و کمک میکنن برای بهتر فکر کردن، تصمیم گرفتن و رفتار و عملکرد کارا و سازنده. در این بخش از برنامه به گفتار آقای سعید محاسب گوش میکنیم که در مورد فناوری تکنولوژی جدید، هوش مصنوعی کاربردش در زندگی روزمره میگن. یه دیاز از ما از خوش مصنوعی میترسیم میگیم وای میاد زندگی ما رو به هم میجوزه کن میگم نه همین گوشی که شما الان سالهای سال در این استفاده میکنید این از خوش مصنوعی استفاده میکنه الان توی پزشکی ما اومده توی تمام زمینه های زندگی داره کمک میکنه مثل هر چیز دیگه باید خوب استفاده بشه ازش یعنی نگرانی اینکه ما رو بیکار بکنه یا پس بزنه و بیفایده بشیم اینا درستش نیست برق اولش که اومد گفته شد آدمو میگیره میکشه ماشین اول گفته شد که تصادف بکنه نابود هم بکنه ولی الان کمک میکنه که راه های دور رو با ماشین بریم وزن زیاد رو با اون هم رو نقل کنیم و غیره و غیره خوش مصنوعی هم همینطوره و یاد میگیریم ازش سازنده و کارا استفاده بکنیم نگرانش نیستیم نگرانی بدترین چیزه با هم به گفتار آقای سعید محاسب که در زمینه فناوری تکنولوژی جدید و این ماشین لرنینگ تبخور دارند و به شرکت های بزرگ کمک میکنند گوش بکنیم ببینید مسئله در این بود که ما صحبت از صحبت در این کردیم برای اینکه ادامه صحبت مشخص بشه گفتیم که چند راه اولوشن وجود داره یکی اینه که همه از بین برن یکی اینه که ما بر هوش مصنوعی پیشگیری کنیم و اون رو از بین ببریم دیگری در اینه که اون ما رو از بین ببره و راه چهارم اینه که با هم یک جوری آگمنت بکنیم اگر همچی راهی باشه که این به هوش مصنوعی با ما همراه و همگام باشه البته خب طبیعتا رگولیشن هایی وجود داره قواعدی اینها که برای اه... که در یه چارچوبی عمل بشه اما در این زمینه اگه نگاه بکنید مثلا فرض کنید گفتم اگر تو ماشین دارید شما ماشین اتونومس میرید خب چه میکنیم در پشت ماشین ما ادویکیشنمون چطوری میشه این چیزایی که ما الان یاد داریم میگیریم در بچه خیلی خیلی به درد یک دنیای متفاوتی نمیخوره و آیا ما این قابلیت رو داریم این جرأت رو داریم که اینها رو تغییر بدیم یا از لحاظ اه... پزشکی و از لحاظ فیزیکی این جوری که داره پیش میره ما دیگه اون مسئله نشرال سلکشنی که ایرادی داشته باشیم که به اون دلیل از بین بریم احتمالش کمتره مسئله دیگه مسئله این زمانمون چه کار کنیم اصلا اگر ما به سر کار نمیریم اگر بگیم اصلا پول میدن به دست ما اصلا, اصلا یه جوری میشه دنیا که ما لازم نیست به سر کار بریم این ماشینا دارن کار میکنن و ما هم در منزل همه نشستیم خب وقتمون چه بکنیم این،, این این زمانی رو که داریم چطور چیز بکنیم با این استرسی که تو این وسط هست چه میکنیم یعنی اینه که ما الان شما میبینید که اونایی که در کارخانجات ماشین کار میکنن دلنگرانن که چه میشه و چه نمیشه و بعد فرض کنید تظاهراتی کردند و کارخانجات جنرال موتورز و غیره رو بستند و 9 میلیارد دلار ضرر زدند که آقا ما اگر این ماشین های الکتریکی اگر این ماشین های نمیدونم اتانومس بیان پس ما کارامون چی میشه و آنها مجبور شدن این سیاره تغییر بدن الان در این هفته هفته گذشته در پورت های ایست کوست باز این مسئله بود که یه سری این کارمندایی که در بنادر کار میکردن گفتن آقا ما این،, این این دستگاه ها و اینا داره ما رو چیز میکنه و باید شما یک فکری در این زمینه بکنید و باز مجبور شدن که این رو کنترل بکنن یا نویسنده ها مشکل بسیار زیادی داشتن که چندین ماه نگران این بودن که خب پس این که ما درست میکنیم یا موزیسین اینی که ما درست میکنیم اینی که کرییت میکنیم چه میشه یعنی این استرسی که در روی آدم هاست یک چیز بسیار نگران کننده ای از زمین اما مهمتر از همه این است که ما اینی که میگیم دوره کریتیویتیه یعنی چی یعنی ما چ... آیا همین لول کریتیویتی کافیه آیا یک سری از ما تبدیل میشیم به اونهایی که ایده میارن و مثلا فرض کنید ما استیو جاب هایی خواهیم داشت و نمیدونم بیل گیت هایی خواهیم داشت و غیره و زالک ایلان ماسک هایی خواهیم داشت که اینا رو بگیم اینا اینو بیترن و بقیه جامعه از به میرن یعنی چه, چه چیزی داره که ما به عنوان این, این دنیای آینده بتونیم ببینیم و بتونیم کوکرییت بکنیم اما اگر اینا رو ما همه رو بخوایم در نظر بگیریم به نظر من ما در یک عصر انفجار خلاقیت 2.0 هست یعنی آغاز یک دوره جدید این creative explosion هستیم و این بار سرعتش بسیار بسیار بیشتر از اون سرعتی است که ما در قبل داشتیم یعنی در اون چه هزار سالی که در قدیم داشتیم و گفتیم چه هزار سال پیش شروع شده و با رو به اینجا رسونده یکی از دلایل مهمش در این است که ما اکسس یا اینی که بتونیم اطلاعات رو جمع بکنیم یا پروسس بکنیم بسیار بسیار طرف از طرف هوش مصنوعی زیادتر شده دوم این رابطه است که در تمام دنیا ما با هم میتونیم داشته باشیم این این اکسچنج اطلاعات این داد و ستد دانسته هامون اون, اون کشف چیزهایی که داریم که میتونه به سرعت به جاهای دیگه بره یعنی اگر شما نگاه بکنید در اکثر نوبل پرایز ها این خیلی مشخصه که ببینید دو نفر سه نفر در جاهای دنیا متفاوت دارن روی یه چیزی کار میکنن ولی در قدیم این اطلاعی از کار همدیگه نداشتن و بنابراین بیشتر طول میکشید و یک حالتی که به وجود خواهد آمد به دلیل این شیر کردن و اکسس به اطلاعات این خلاقیت تندتر و تندتر خواهد شد و اون پروسسینگ اتفاقا بسیار مهمه یعنی اگر من و شما در طول زندگیمون 100 تا هزار تا کتاب خونده بودیم ما میتونیم الان توسط هوش مصنوعی اکسس به 100 هزار تا کتاب داشته باشیم و این کاملا از لحاظ درک و فهم میتونه یه جور دیگه ای روی آدم ها اثر بذاره و یه جوره دیگه اون کریتیویتی رو واسه, ما ایجاد بکنه اما سخن رو بخوایم کوتاه بکنیم یکی از پیش های این داستان این است که آیا ما در آینده زندگی خواهیم کرد که یک حالت فرد محوری داره یعنی اگر بخواید نگاه بکنید از دریچه نه کاملا دارم میگم از دریچه فرویدین که همه چی فیزیکال و احتیاج به چه میدونم فیزیکال درایور و سکچوال درایور و لیبیدو و غیره و داره آیا کانشسنس یه چیز فردیه آیا آنکانشس یه چیزیست که فقط چیزهاییست که ما به یاد نمیاریم یا اینی که یه چیز انسان محوریه یعنی که آینده است که ما میتونیم در اون کانشسمون رو با هم شیر بکنیم و حتی کمک بگیریم از هوش مصنوعی که اون کانشس ما رو بیشتر بهش ب... پر بده بیشتر بهش اطلاعات اضافه بکنه آیا این مسئله کلکتیو آن چیزی است که واقعا قابل بحث و قابل قابل لمس خواهد بود به دلیل اینی که ما باز دو مرتبه تکرار بکنم که ما اگر به پشت ماشین نشستیم چگونه خلاقیت بکنیم یک دسترسی به یک نوع دیگه ای فکر کردن دیدگاه پیدا خواهیم کرد و آیا این درایورایی که برای آینده خواهد بود این نخواهد بود که یک سری یونیورسال پترن هایی خواهد بود که ما هم کانکتد میشه من اتفاقا صحبتی داشتم میکردم به یکی از دیتا ساینتیست هایی که با ما کار میکرد و این بود که شما اگر نگاه بکنید در از سی چل سال اخیر ما یه چیزایی به اسم Object Oriented پیدا شد برای پروگرامینگ و بعد الان شما چه میدونم پایتان دارن غیره دارن زالک دارن اینا یک روتین است که شما کال میکنید یعنی دیگه پروگرامر نمیتونه نمیشینه تمام اینها رو بنویسه حتی با چیزهای چت جی پی شما میتونید بگید یک پروگرامی برای من بنویس که این کارو بکنه این کار بکنه این کارو بکنه یعنی یک این سیستم هوش مصنوعی و این کارهایی که داره انجام میشه یک جوری از این آنکانچس و کانچس بودن ما درس یاد گرفته که ما وقتی یه چیزی رو مموری ریکال میکنیم یعنی داریم میریم به unconsciousمون و اون رو ور میداریم و میاریم و اپلای میکنیم مثل یه روتینی یک تجربه است که این کار رو میکنیم و بنابراین این مسئله است که باید این پیشفرض یک همچین تغییری که بخوایم بگیم نگاه جدیدی یا یک دوران انفجار خلاقیت جدیدی بشه یک لازمش یکی یک این است که ما از این فرد محوری بیشتر بتونیم به طرف احسان محوری بریم اما قبل از اینی که صحبت اون مسئولیتی بود که من در آغاز بهش اشاره کردم ببینید در این دوره خلاقیت و نوآفرینی دو مسئله است یکی کریتیویتی یکی اینویشن برای اینکه فرق این دوتا مشخص بشه ببینید کریتیویتی یعنی اون حالت ایمیجینیشن تصور کردن اون کنجکاوی و کریاسیتی که ما یک ایده هایی رو به دست بیاریم که این ایده ها بگه در یک یک آلترناتیوی هم وجود داره ولی ما هر تصوری که میکنیم یک احتمالاتی وجود داره که آیا ما واقعا بتونیم این دیسکاوری رو بکنیم میتونیم این کشف رو بکنیم و آیا میتونیم اون رو به نتیجه برسونیم و نرسونیم همونجوری که من در آغاز صحبتم هم, هم اشاره کردم من باور دارم که آنترپرنورشیپ اون چیزی نیست که تعریف میکنن و حتی فکر میکنم یک کتاب 178 صفحه 200 صفحه ای را به این مسئله نوشتم به دلیل که انترپنورشیپ کلمه است که در حدود 1700 uh, به وجود آمده اولین کسی که استفاده کرده یک اکانومیست فرانسوی بوده و بعد 50 سال بعد یک uh, شخص ایرلندی به این uh, به اصطلاح ایشون تعریف تعریفشون یه مسئله ریسک رو اضافه کرده به این که میگه یک آنترپرنور کسی است که یک چیزی داره و میخواد این رو اکسچنج بکنه با چیزی که بهتره یک چیزی داره این چیز نگفته پرادکت نگفته چیه یک چیزی ممکنه ایده شما باشه زمان شما باشه پرادکتی باشه وقتتون باشه یک چیزی داریم هر کدوم از ما و به همون دلیل اون جینزی که من اشاره کردم که در 500 هزار سال پیش به وجود آمده ما این دیزایر رو داریم این 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 خواست رو داریم که اون چیزی رو که داریم به نوع بهتری تبدیل بکنیم یا بهافرینی به بکنیم ولی این مسئله که گفتم اون آقای ایرلندی بهشون به این اضافه کرده مسئله ریسکه با این امری که ما میدونیم که ما میخوایم این رو تبدیل بکنیم به چیز بهتری ولی اون چیز بهتر ریسکی باش احتمالاتی باش گریبان گیره یعنی حتما اون چیزی که ما تصور میکنیم یا اون چیزی که داریم رو نمیتونیم با یه چیزی که ارزش بیشتری داره تعویز بکنیم من مثالی که همیشه میزنم این است که فرض کنید شما دانشجو دانشجوی دانشجو دانشگاه هستید شبها درس میخونید کلی کار کردید در تمام دوره دبستان و دبیرستانتون تا اون نمرات رو بگیرید به این دانشگاه قبول بشید حالا یا خودتون قرض گرفتید یا پدر مادر رو گوششون جوری بریدید یا سیف کردید هر کاری که کردید دارید اون چیزی رو که دارید یعنی استعدادتون رو زحماتی رو که کشیدین شبهایی که درس میکنید و پول رو میذارید تا اینه که یک دیگری یا یک لیسانس و فوق لیسانس و دکترایی بگیرید و این احتمال رو میدید که با گرفتن این دنیای بهتری داشته باشید یعنی اون چیزی رو که دارید میخواید تبدیل بکنید به چیز بهتر ولی این لازمش نیست که اگر شما حتما یه بچلر دیگری داشته باشید حتما این زندگی شما بهتر میشه احتمالش هست ولی صد درصد نیست پس به این تعریف شما اگر نگاه بکنید همه انسان ها به جوری به و انترپنورشیپ هستند پس آنچه من در نگاه من به عنوان جنبندی بخوام خلاصه بکنم این است که دنیایی که ما در روبرو داریم دنیایی است که داره از آنچه که ما به اصطلاح عادت کرده بودیم از, دوره، از دوران آدت هامون داریم میریم به یک دوران غیرعادی در این دوران غیرعادی بخش خلاقیت و نوآوری جور دیگری خواهد بود و به نظر من evolution از اون جهتی که ما تا به حال دیدیم یعنی اون چی،, اون چی که اکستنشن قدیم بوده ادامه آن چیزی که قدیم بوده داره به یک نوعی تبدیل میشه که این ادامه قدیم نیست برای که مسائل فیزیکال قابل حل شدن و اون مسائل رو که گفتیم از لحاظ انواع مختلف تکامل یه مقدار زیادش تحت تاثیر قرار گرفته Uh, و دوران آینده دوران به آفرینی خواهد بود uh, ببینید دیواین انترونشن اول باید بهش نگاه کرد که شما باید به دیوین باور داشته باشید یعنی چیزی است ورای آن چیزی که ما داریم این رو من از مذهب جدا میکنم و به که مذهب اکثرش یک سری روتین و نمیدونم ریچواله که اضافه کردن آیا این دیواین دیواین است که از ما جداست یا با ما یکیست باز این دیدگاه جداییه یعنی آیا ما سرنوشتی داریم که این سرنوشت از پیش نوشته شده و اون دیواین اینترونشن است که جهت دیرکشن ما رو تنظیم میکنه یا ما یک مشارکتی داریم با اون دیواین که در این مشارکت ما کوکرییت میکنیم باز این مسئله این است که دیدگاه شما در این زمینه چجوری باشه من دیدگاه هم در این است که ما کوکرییتر هستیم یعنی همون جوری که افلاتون میگه که یک سیدی یعنی انسان از سیدی به وجود آمده و این سید اگر ما بگیم که هسته ای می کاریم و درختی بزرگ میشه این امکان نداره که این درخت خاصیت اون هسته رو نداشته باشه یعنی سیبی می و این سیب به زمین میفته و بعد اون سیب دیگری به وجود میاره یعنی من نمیتونم تصور بکنم که ما از اون دیواین جدا باشیم حالا اگر اگر تصور بکنیم که این فرضیه من درسته و اینکه ممکنه برخی مخالفت داشته باشن اگر ما داریم کوکرییت میکنیم پس آنچه که ما امروز هستیم ما نقش و نظری درش داشتیم و خب طبیعتا ببینید شما این بدن انسان رو بگیرید این بارک و لپتون و اونجوری که همه این سیستم در حال کاره این, این یک یک مارول تکنولوژی یک مارول اصلا عجیب و غریبی است آیا ما با این کارهایی که در جهت هوش مصنوعی را داریم میکنیم آیا ما هم میخوایم کوکرییت بکنیم و آیا بدون اون دیواین اینترونشنی که با این امری که دیواین هم جز ماست میتونیم یه همچین کوکرییشنی بکنیم سوال از در اینجاست به نظر من آیا ما در نقطه زمانی که هستیم شهامت این تغییر رو داریم یا نداریم یعنی آیا شهامت داریم اون عادت رو که چطوری زندگی میکنیم و به چی وابسته ایم و چه میکنیم و چه نمیکنیم رو کنار بذاریم و نگاه دیگه بکنیم و نوعی که درس میکنیم نوعی که با هم رابطه داریم نوعی که به درآمد و امرار معاش نگاه میکنیم تغییر بکنیم و آیا این میتونه سیستم های سیاسی رو تغییر بده آیا میتونه تغییر نده آیا این فردپرستی آیا این چیزهایی که ما الان داریم میتونه همینجوری بمونه با امر بر اینی که من فرض کنید کنترل کنم دیتایی رو که از فیسبوک میاد و من بشم ایلان ماسک و دیویس و چند میلیارد دلار داشته باشم در که گروهی به این و به اون داشته باشن مشکل این اینا سوالاتی است که سوالاتی است که پیش میاد کوتاه این که من آخرین اسلایدم در این بود که گفتم ما یه مسئولیتی داریم و این مسئولیت مسئولیت من نیست مسئولیت شما نیست مسئولیت ماست مسئولیت انسانیته به من تصور با می میکنم که هرچی ما این بحث رو از ترس ای, آی و ترس اینو ترس اونو و این نگاه رو بر اینه که آنچه بوده اون سیمنس اون ادیکشن اون اعتیادی که ما به این نوع بودن داریم رو ما باید ترک بکنیم و نوع دیگری دنیا رو ببینیم خب امیدوارم که لذت برده باشین از این بخش از گفتار آقای سعید محاسب که چجور میتونه فناوری جدید تکنولوژی و هوش مصنوعی به ما کمک کنه همطور که براتون گفتم تش ببریم به،, به گوگل چت جی پی پیاده کنید روی دیوایساتون روی گوشیتون آیپد لپتاپ کامپیوتر و ازش هر سؤال سوال این عمر طولانی داشتید ازش بپرسین و جواب بده هفتادشتاد میلیارد اطلاعات بهش و چیزی که من ازش لذت برم اینه که تعصب نداره شما از هر نخبه ای خبره فرهیخته بپرسین این یه سوگیری های خودشو داره همه ما یک جزمندیشی هایی داریم به قول دکتر باقری. و تاثیرش میدیم در قضاوت و نظر و ایرمون این نتیجه اطلاعات از میلیون ها میلیون آدم های برجسه در زمین های گونه گونه چرچی یا جمینی یا هوش مسئولی های دیگه ای که از راه های مختلف میتونیم پیاده کنیم هر کنم دوست داریم من خودم جد جبیت پیچی استفاده میکنم و صبح دارم ازش میکنم و لذت میگم باش دعوام میشه میگم نه تو داری طرف فلانی رو میگیری میگه نه ببخشید این چیزیست که نتیجه افکار مختلف ایده ها و های مختلفه. های مختلف این لذت میبرم ازش چیز دیگه گفتم براتون اس ای تی ست گیم آنلاینه این هم بازی خوبیه اصولا ورزش های مغزی خیلی به ما کمک میکنه که بهتر فکر کنیم بهتر تجد بکنیم به جای افکار بی که دکتر باقی در صحبت هاشون برام گفتند فکرهای گذشته نگرانی آینده به جای اونا بازی های فکری بکنیم که خوشبختانه الان در اینترنت زیاده حتی اون بازی های قدیمی ورق بازی که روز خونا گفته بودن بده و گناه و اینا اینا بهتر از افکار سیاه و سفید یا افکار افراطی و مبالغه آمیزه برای این سر خود میگم الان پوکر مثلا خیلی میگن اصلا دنیایی داره واسه خودش کتاب نوشته شده رو جیبش دانشمند بزرگ کتاب نوشتن و اینها چون زندگی خودش یک جوری میشه گوه یک قماره یک بخت آزمایی یک شانس امتحان کردنه دیگه این کار بکنم یا نکنم نه؟ اگه اینو بکنم چی میشه اونو بکنم چی میشه برای به کار گرفتن سلول ها و مدارها ها شبکه های مغزی با بازی های فکری ذهنی هر چی بخواد بشه هر که دوست تخت نرد دوست داری, داری. شطرنج که در بالای همه قرار داره و بازی های دیگه که در اینترنت هست و یا با دوستان بازی میکنید رامی پاک چیز خوبیه در رامی کیوب رامی کیوب در آمازون وجود داره و در دلار میدین بازی بسیار خوبیه برای از دو نفر تا سه چهار پنج نفر دور هم که جمع میشیم آنلاین هم موضوع خودتون باشین به با اون شش دنیا برسید دنیای ذهنی دنیای جسمی دنیای احساسی خودمون احساس رو دست کم نمیگیریم و به قول فردوسی خرد رو میاریم کنارش یعنی احساس والاترین بخش ماست احساس حس سنسه یعنی همون بینایی شنوایی لامسه بویایی و چشایی اونا سنسن حسن ولی احساس فیلینگ مال تمام بدن موله. از قلب و مغز و گوارش و پوست و مفاصل و استقال و همه احساس و سلسله اعصاب ما مرکزی و محیطی و غیره غیر. بعد دنیای مالی میخوایم بهش برسیم حتما لازمه که کافی بتونیم بخوریم بنوشیم بخوابیم از گرم پوشاک و غیره دنیای اجتماعی رو میخوایم بهش برسیم با دوستان روم را بدازید واتساپ بکنید فیس تایم بکنید حتی تلفن معمولی با واتساپ یا از روی تلگرام و غیره, و غیره در تماس باشیم یاد خاطرات خوب گذشته نوروزا که همه گروهی جمع میشیم و با هم دیدار تازه میکنیم و غیره خلاصه سرمونه با چیزهای سرگرم کننده و لذت بخش و کار و سازنده گرم کنیم خدا یار و یاور شما باشیم جام و جان با دکتر محمد نواب